الو، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام خانم. من مزاحمتون میشم به خاطر اینکه با یه آقای آشنا شدم که دو تا بچه داره از قبل، از ازدواج قبلیش، و حدود هفت سال میشه که از خانم قبلیش جدا شده، ولی خب دو تا بچه رو داره و من این سیچویشن رو ندارم و میخواستم که نظر شما رو چند سالته مورد بپرسم. حالا اگه توضیح بیشتری میخواین. شما چند سالته؟ بله؟ شما چند سالته؟ من 33. او چند سالشه؟ 42. 42. شما قبل از او هیچ رابطه‌ای نداشتی با هیچ کس؟ چرا، داشتم. منم رابطه طولانی داشتم، حدود 5-6 سال، و بعد از تقریبا 2005 تموم شد. اون وقت تو این 5 سال دیگه با کس دیگه نبودی؟ نه، به اون صورت، نه به اون صورت جدی که بخوام به ازدواج فکر کنم. چند وقتی با این آقا آشنا شدی؟ کی؟ یه سال و نیم پیش. یک سال و نیم پیش. بله. او قصد ازدواج با شما داره؟ بله، البته ایشون هم ایرانی نیستن، اینم باید بگم. خب منم، خب در اولش، خب من آدمی نیستم و فکر میکنم ایشون هم تو که از اولش بخوایم مثلا قصد ازدواج داشته باشیم. بعد از یه مدتی، یعنی من همیشه هدفم این بوده که نهایتا یه خانواده میخوام، ولی اینکه با یکی آشنا شم و بخوام ایمیدیتلی قصد ازدواج داشته باشم، اینجوری نیستم. ولی الان آره دیگه، مثلا تا یه مدتی با هم بودیم، خیلی با هم خوشحال هستیم، خیلی همو دوست داریم. و بچه های اون چند ساله؟ 12 و 14. اون وقت او بچه هاش با مادر نیستن؟ اون چرا، بیشتر با مادرشون هستن، ولی ما توی شهر دیگه زندگی میکنیم، کلن اصلا توی کشور دیگه زندگی میکنیم و بچه ها با مادرشون هستن. فقط هر دو هفته یه بار، البته وقتی این آقا تو کشور خودش زندگی میکرد که همون شهری باشه که بچه ها و اکس وایفش هم بودن، اینا با هم تقریبا هفته یه بار همو میدیدن، یعنی هر دو هفته یه بار ویکندا و هر دوشنبه ها، در واقع میشد هر هفته دیدار. ولی الان به خاطر، نه به خاطر من، ولی به خاطر اینکه راه دوره و توی کشور دیگه زندگی میکنیم، یعنی آقا توی کشور دیگه اصلا زندگی میکنه که شهر من باشه، دو هفته یه بار سعی میکنه که پرواز کنه و بچه‌هاشو ببینه. خب اون وقت سوال دیگه من اینه که شما بچه میخوای؟ بله. این آقا هم حاضره که دوباره از زن دیگه بچه داشته باشه؟ بله. این با اینکه من از اولش نمیدونستم که ما بالاخره با هم ازدواج میکنیم یا نه، ولی اینو پرسیدم همون اوایل ماجرا، به خاطر اینکه نمیخواستم ادامه بدم و بعد یعنی مثلا این آقای روزی به من بگه که من اصلا بچه نمیخواستم کار به اینجا بکشه. اینه که از اولش گفتم خب من نمیدونم بالاخره ما با هم مثلا چقدر پیش خواهیم رفت، ولی هدفم رو میدونم چیه و اگه به هدفم با تو برسم، نمیخوام تو یه روزی بگی که مثلا سورپرایز، مثلا بچه نمیخواستم و اینا. و این آقا یه ذره راجبش فکر کرد و بعد از چند روز به من گفتش که، و این موضوع احتمال اوائل رابطمونه، به من گفتش که نه، خوشحال میشه که یه بچه کوچولو دیگه داشته باشه و اکسپریانس خوبی با بچه های اولش داشته و هنوزم داره و من اینو میبینم و دوست داره که یه مثلا بچه دیگه هم داشته باشه، خیلی هم خوشحاله. بعد من فکر کردم اون موقع، خب گفتم که ممکنه یه حرف فقط باشه، یا چون میگم اوایل ماجرا بود، ولی الان میدونم، یعنی مطمئن هستم که نه، مثلا واقعا از ته قلب دوست داره که یه بچه دیگه هم داشته باشه. علت جداییش از همسرش چی بوده؟ اینجوری که من شنیدم، خب اولا که رابطهشون که زیاد با هم خوب نبوده بعد از چند سال، ولی این خانم انگار مثلا خیلی، چون در واقع همسن همان بودن، بعد شاید یه مقداری، البته حدس منه، اینجوری واضح به من نگفته، ولی شاید یه مقداری مثلا به خودش نرسیده بوده یا مثلا شکسته شده بوده یا یه همچین چیزی، بعد باعث شده که مثلا شاید یه مقداری رابطهشون سرد بشه، بعد مثلا دل همو بیازارن، یا فکر میکنم یه مقداری مثلا. خب حالا به من بگو که تو این یه سال و نیمه
شما هیچ دعوایی با هم داشتی؟ نه در واقع نه. یه خورده دقیق فکر کن. دلگرفتگی، قهر، یه روزه، دو روزه. شاید دو تا سه تا اوکیژن بوده که مثلا من یه چیزی ناراحت شدم، چون بالاخره مثلا خانم توی موضوعی سنسیتیو. اونا رو برای من بگو. بعد مثلا از دلم در آورده یا نه صبر کن. اون دو سه تا اوکیژن برای من بگو که سر چی بوده. یکیش یه بار ورلد کاپ بود، رفته بودیم فوتبال نگاه کنیم، بعد مثلا خب رفتیم یه جای خیلی شلوغ، چون من جای شلوغ رو مثلا دوست دارم، رفتیم یه جای خیلی شلوغ و اینا، بعد منم مثلا گفتش باشه بریم و اینا، با دوستای دیگه‌مونم رفته بودیم، بعد اصلا نمیشد، یعنی این سوزن وایساده بودیم، نمیشد یه کوچولو با هم اصلا از جامون نمیشد تکون بخوریم، فقط مثلا فکر کن رفتیم تظاهرات، نمیدونم چه جوری بود. بعد خیلی بعد وسط بریک که شدش من گفتم که بریم مثلا درینک، من میخوام بگیرم با هم، بعد تو هم بیا. بعد شاید نمیدونم، شاید یکم خودخواهی کردم که مثلا این آقا جای شلوغ رو دوست نداره، حالا من میگم بیا بریم با هم درینک هم بگیریم. بعد مثلا سه روب طول کشید تا ما بریم درینک بگیریم و برگردیم سر جای اولمون، در حالی که اگه مثلا جای خلوتی بود 2 دقیقه طول میکشید. بعد کلی همه آدما فشارمون دادن و درینک همون ریخت و اینا، تا اینجاش هم همه چی اوکی بود. بعد دیگه گفتش که من نمیام سر جای اولمون وایسیم، یعنی چی؟ سه روب طول کشید تا اینجا برسیم، حالا دوباره برگردیم اونجا پیش دوستامون، من نمیام و اینا. بعد یکم ولی خب مثلا ناراحت شده بود، منم مثلا ناراحت شدم و یه سر همین یکم در واقع اپست شدیم با هم و اینا، که بعدش همون موقع رفت، یعنی چند ساعت بعدش که اونجا اومدیم بیرون رفت شد و همین. دیگه چی بود؟ دیگه یه روز سر کار خیلی چیز بودم، خیلی یه روز میتینگی داشتم صبح که خیلی چیز بود، مثلا استرس بود برام، خیلی استرسی بود. بعد من تلفن کردم به سر کار ایشون که پیداشون کنم که با هم مثلا حرف بزنیم راجع به این استرس من، ولی پیداش نکردم. بعد رفتم سر آفیسش باز پیداش نکردم و اینا، بعد یه مقداری مثلا خورده گرفتم ازش، بعد سر هم یه مقدار دوباره با هم آپست شدیم، بعد ولی بعد دوباره حل شد همون موقع بای لانچ تایم. خیلی دیگه چی؟ میگم موضوع خیلی کوچولو اینجوری بوده که بعد 1-2 ساعت بعدش هم ریزالف شده خودش. دیگه چی؟ دیگه نمیدونم چی دیگه نبوده زیاد. من فکر میکنم احتمالاً یکی از دلایلی که تو با یه مردی با این همه فاصله سنی اترکت شدی اینه که تو میخوای لوس باشی و مثل این که اونم تحملش خوبه، بد نیست. و خب این اگر یه کسی همسن سال خودت باشه ممکنه که این مسئله رو تحمل نکنه. حالا من فکر میکنم به این ترتیبی که تو داری میگی، یه رابطه 1.5 سال سالم، کم تشنج، بچه های اون جدا پیش مادرش و این آقا به تو علاقمند، باهات میخواد بچه دار بشه، فقط تو اینو باید بدونی که بچه این، اگر بچه ای تو به دنیا بیاری بچه اول توه ولی بچه اول اون نیست. بله. بنابراین او این بچه رو مثل یکی از 3 تا بچه هاش دوست خواهد داشت و اون موقع این لوسبازی که الان من میبینم که الان درینک بخریم یا کجا بودی من تو رو احتیاج داشتم، این لوسبازی اونجا اگه تو جریان بچه و اینکه تو چرا هیجان زده نیستی، تو چرا تو اتاق زایمان مثل من اشکت در نیومد وقتی این بچه رو دیدی، تو چرا وقتی اون بچه ها هستن به این انقدر توجه نمی کنی، اگه این لوسبازی ها توت نباشه و قبول کنی که او پدر 2 تا بچه است و فرزندی هم اگر از تو داشته باشه فرزند 3 خواهد بود، حتی اینکه برای تو بچه اوله، به نظر من علامت خطر دیگری من ندیدم. و
خب سنت هم به یه جایی رسیده که اگر دلت میخواد مادر باشی خیلی زیاد نباید وقت تلف کنی. من مشکلی ندیدم. اوکی. یعنی اگه من خودم مثلا برای مثال بهتون میگم، مثلا ما خودم یه مقداری مثلا میدونم که کار سخت‌تر از این خواهد بود که اگه فقط یعنی ایشون قبلا ازدواج نکرده بود و بچه، حالا ازدواج که مهم نی، ولی بچه نداشت، سیچویشن خیلی فرق میکرد. به خاطر اینکه ما الان به خاطر اینکه خب بالاخره آدم مسئولیه نسبت به بچه هاش، اینجوری نیست که اونا رو ول کنه و مثلا بیاد سراغت، فقط خانواده جدیدش رو فوکس بخواد بکنه. و این من خودم به این نتیجه رسیدم که پس از منم یه مقدار یعنی من ریسپانسیبیلیتی بالاتر از یه ریلیشنشیپ دیگه خواهد بود که این وضعیت نبود. آف کورس. برای همین بلوغه... یه سری مثلا اکسپکتیشن های خودم رو باید الیمینیت کنم و اینو میدونم. و این موضوع مثلا شاید پدر مادر من یه مقدار ناراحت میکنه که چرا مثلا دختر ما باید مثلا از یه سری چیزاش مثلا، نه پدر مادر شما باید بدونن که اگر شما بلوغ عاطفی رفتاری داشته باشی چه بهتر از این که با زمان زیادی هم که برای بچه دار شدن نداری، چه بهتر از این که یه خانواده سه فرزندی نداشته باشی به جای یک فرزندی. مگه اینکه بلوغ رفتاری نداشته باشی و مسئله من و تو و بچه تو و بچه من و اینا مطرح باشه که اون موقع ممکنه مشکلاتی به وجود بیاره. من تمام خطوطم روشن، اجازه بده. یک کتابی هست به اسم میکست فامیلی، آره میکست فامیلی انگار، که خیلی از مسائل ازدواج هایی که قبلا تو یه تاریخچه افراد دیگه هم حضور دارن راجع به اونا، این تو خیلی بخشای مهمش مسائل رو مطرح، مثل که میکست فامیلی، آره اگه اشتباه نکنم همین اسمش. حالا اگه پیدا نکردی بعد یه موقعی از طریق ایمیل به من بگی اسم کتاب و دقیقش رو برات میگم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر